نحمده و نصلي على رسوله الكريم. اما بعد، با اجازه دوستای بزرگوار، جناب آقای فیضی، همکاران بنیاد عاطفی که واقعا زحمت کشیدن، جای بسیار افتخار است به هرات. خیلی بنیاده ها تجار ملی بسیار بزرگ ما در هرات داریم که اصلا معارف به صورت کلی فراموش کردن، اما بنیاد خیریه عاطفی توانسته که واقعا زحمت خیلی زیادی در این عرصه بکشن و تانستن که یک سمیناری مواد از او را آماده کنن، برنامه ریزی کنن، پلان کنن، که بخش اول از اصول برنامه ریزی هست که شما باید بفهمیم، بدانیم من از اینجا فارغ میشم چی برنامه برای خود داشته باشم تا بتانم او اهدافی که در ذهنم هسته به اونجا من خود برسانم. و بخش مقابله با چالش های زندگی هست. اگر یک وقت یک چالش در زندگی انسان رونما میشه، رخ میده و من چطور بتونم از این چالش ها خود نجات بدم، راهی بیرون رفت از این چالش ها چیه و خود بتونم به هدفی که دارم برسم. مسئولیت های جوانان در جامعه اسلامی هست که همه جامعه به شما نگاه میکنند و شما باید مسئولیت پذیر باشیم. یک جوان مسلمان چی مسئولیت هایی باید داشته باشد؟ بعد در آخر نکات ضروری درباره کانکور هسته که شما هایی که کانکور امتحان میدیم باید چی موضوعاتی را باید مد نظر بگیریم، کدام کارا را باید انجام بدیم تا اینکه بتانیم موفقانه در کانکور ثبت نام کنیم و به رشته دلخواه خود ان شاء الله تعالی کامیاب شویم. بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین. اولتر از همه عرض سلام دارم از خدمت تمام استادای گرامی بنیاد، همکاران بنیاد عاطفی و شما شاگردان نهایت عزیز و گرامی، و اجازه میخوایم از همه بزرگوارا که و تشکری کنم از این بزرگوارا که از جمله بنیاد عاطفی که به ادامه سلسله همکاری های سالهای قبل امسال هم سمینار انگیزشی و آموزشی برای شاگردان ما برگزار کردن. خداوند توفیق دنیا و آخرت بینا انشالله بده و بنیادهای همکاری که هستن انشالله باید بیشتر بتونن با مکتب و با معارف ما همکار باشن. شاگرد عزیز، طوری که شما اکثرا به جریان هستین، شما از این به بعد برنامه های بیشتر پیش روی داریم، از جمله کانکور و رایافتن به تحصیلات عالی و در جامعه و در کشور خدمت کردن. شما این پروگرام هایی که امروز طرح شده و انشالله شما همی برنامه یا سمینار امروز میبینید، یه هدف اینه که شما انگیزه بیشتری برای ادامه تحصیل داشته باشین، نه که در صنف 12 که درس شما ختم شد شما برین بشینین و درس کنار بگذارین و به دنبال درس و تحصیل و این نباشه. شاگردا اکثرا مگزین ها سوال میکنی، میگن صنف 12 ختم درس، ما دیگه بیشتر از این درس نمیخونه و علت از اینام ناامید شدنه. هیچ موقع در دنیا نباید ناامید شیم، هیچ وقت نباید ما از پروگرام ها برنامه هایی که در پیش رو داریم ما شکست بخوریم و انشالله این برنامه و این سمینار شما را بیشتر انگیزه میده و شما را بیشتر تشویق میکنه که این پروگرام و برنامه های آینده خود انشالله پیش ببریم. در سیمینار امروز که از طرف بنیاد عاطفی در مکتب تجربه‌ای برگزار شد، ما ایر فهمیدیم که در زندگی خود باید هدف داشته باشیم. یعنی وقتی که ما از صنف 12 فارغ میشیم، این تنشه که 12 سال ما درس خوندیم بدون هدف باشه. حتما باید در زندگی هدف داشته باشیم که به کجا یک جای برسیم، یک خدمت به جامعه خوب کنیم. ما این سیمینار برای ما هدف های مشخص کرد که در مثلا در جریان کنکور و در جریان زندگی آینده خود بتوانیم فکرهای مثبت داشته باشیم. مثلا مسئولیت جوانان در زندگی، مثلا چرا هدف تعیین میکنیم در زندگی خود، و هدف های مهم از این سیمینار توانستیم دریافت کنیم. برنامه‌ای که امروز شما شاهد از او هستین، طبق یک تفاهم‌نامه که بنیاد عاطفی با ریاست معارف داره، قرار است که تمام شاگردای صنف 12 معارف شهر با حمایت بنیاد عاطفی همین برنامه برشان برگزار شود که طی از این برنامه موضوعات راجع به چگونگی تعیین هدف و اصول برنامه ریزی، چگونگی مبارزه با چالش‌های زندگی و نقش و مسئولیت جوانان در یک جامعه اسلامی
و همچنین در پایان یک سری نکاتی که ضرور است برای یک شاگرد کانکوری و یک شاگرد که از صف 12 فارغ میشه انشاءالله خدمت شما ارائه خواهیم کرد. شاگردای عزیز، در حدود این سال سوم که از طرف بنیاد عاطفی، بنیاد خیری عاطفی که همکار ریاست معارف امیر در تمام مکاتب شهر، اینا یک سمینار انگیزشی فرهنگی و معلوماتی دارند. شما جناب آقای رحیمی پیرامون عزیز سمینار برای یک ساعت یا دو ساعت برای شما معلومات ارائه میکنم و شما من تقاضام از شما شاگردای اینه که اول نظم مراد کنیم، دوم کوشش کنیم که استفاده از امیر عزیز ورکشاپ بکنیم و هر جا اگر برای زیر شما سوالی نیاز و پرسان داره از دوستا پرسان کنیم، جواب شما رو میدم و خیلی موضوعات خوبیه. انشالله که شما استفاده از امیر بکنیم. تشکری میکنیم از بنیاد عاطفی و تشکری میکنیم که از ریاست معارف که همیشه همی سمینارهای موثری ایجاد میکنن تا شاگردا چیزی بیاموزن. این سمینار از طرف بنیاد عاطفی برگزار شده و چیزایی که آموزش داده شد، یعنی چگونه تعیین هدف و میرغم چی رغم بر خود هدف تعیین کنیم و بالاخره برای پیشبرد هدف چی کارا باید بکنیم و میرغم الحمدلله یک چیز برداشت کردیم و برای از اینکه چگونه بر خود هدف تعیین کنیم و بعض چیزا یاد گرفتیم و پلو از او یعنی و انشالله که به سالهای آینده همچون یک سیمینار برگزار شد. در این سیمینار ما آموزش گرفتیم که چگونه برنامه ریزی دقیق داشته باشیم و برنامه ریزی خود طبق انجام بدیم که به تمام هدف‌ها خوب برسیم. کلا این سیمینار تاثیر زیاد بالای هدف، برنامه ریزی و نقش جوانان در جامعه اسلامی داره.